درود به شما همراهان در این ویدئو گزارش و تحلیلی داریم بر سخنان شاهزاده رضا پهلوی درباره افزایش نارضایتی و خشم عمومی مردم ایران از حکومت و مماشات غرب با جمهوری اسلامی و همچنین بررسی احتمال فروپاشی نهایی رژیم ایران در صورت تداوم خشونت مزدوران حکومتی که در روزهای اخیر با شدت و خشونتی بی سابقه در حال بازداشت و ضرب و شتم مخالفین هجاب اجباری و شعلهور کردن آتش خشم مردم هستند ایران دیلی پایگاه اخبار موثق و بدون سانسور را دنبال کنید شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه خبری ریپابلیک بهارات در پاسخ به سوال مجری درباره تغییر رژیم در ایران گفت این جنبش داخلی آزادی خواهانه و در دست مردم ایران است به این صورت که باید با حمایت مستقیم از مردم به رژیم فشار بیشتری بیاوریم well, شاهزاده رضا پهلوی در ادامه افزود ساز و کار تغییر رژیم در ایران در دست هیچ گونه مداخله خارجی نخواهد بود. در حقیقت این مداخله نظامی خط قرمز من است من همواره به شدت مخالف هر گونه تقابل یا مداخله نظامی علیه کشورم بودم شاهزاده رضا پهلوی همچنین در ای با نشریه تلگراف گفت غرب برای مقابله با تهران به یک رهبری دوجانبه نیاز دارد زیرا سیاست فعلی مماشات شکست خورده است او تاکید کرد که رهبران غربی چه در اروپا و چه در آمریکا موضع ضعیفی را برای مقابله با جمهوری اسلامی در پیش گرفتند. به گفته او، رابطه اروپا با حکومت ایران نیاز به تعریف دوباره دارد و گام اول در این راستا نیز شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی است. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این گفتگو دلیل ریشه‌ای نفوذ جمهوری اسلامی در میانه به ویژه موضع مقابل اسرائیل را سیاست مماشات غرب دانست و گفت این راهکار غرب همواره مبتنی بر انتظار تغییر رفتار از سوی رژیم ایران بوده که به نتیجه نرسیده است آنچه امروز مورد نیاز است احیای رهبری قدرتمند است به سبک آنچه رونالد ریگان و مارگارا تاچر در زمان جنگ سرد انجام دادند اما شواهد نشان می دهد که عملکرد غرب در مقابل بحران سازی حکومت ایران در داخل و خارج از کشور منجر به افزایش بحران گردیده است. از جمله گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که مأموران پلیس جمهوری اسلامی با خشونت بسیار زیاد و غیر قابل تصوری در حال ضرب و شتم و بازداشت زنان و مردان مخالف حجاب اجباری هستند. بازگشت گسترده نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد به خیابان‌های شهرهای مختلف ایران از 25 فروردین ماه همچنین بازداشت و ضرب و شتم زنان مخالف حجاب اجباری موجی از خشم و عصبانی را میان شهروندان ایرانی به راه انداخته است تا جایی که بسیاری از تحلیلگران و حتی نیروهای نزدیک به دستگاه های حکومتی و امنیتی نیز از احتمال آغاز مجدد خیزش سراسری مردمی علیه حکومت سخن میگویند در حالی که تصاویر و گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهند که معموران پلیس با خشونت اوریان و کم سابقی در حال ضرب و شتم و بازداشت زنان و مردان مخالف حجاب اجباری هستند فرماندهی نیروی انتظامی با انتشار اعلامیه در دفاع از عملکرد نیروهای خود از تداوم طرح حکومتی نور برای مقابله با بیهجابی خبر داد. و مدعی شد وضعیت افاف و هجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب تر شده و این شرایط در روزها و هفته های آینده روند بیشتری خواهد یافت. پیش از بیانیه اخیر فراجا، جلیل محبی، معاون مرکز پجوهش های مجلس، بازگشت گشت ارشاد به خیابانها را یکی از اقدامات دولت ابراهیم رئیسی دانست. این در حالی است که موسی قزنفر رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز اعلام کرده است طرح نور نیروی انتظامی جدای از قانون مجلس است تا این طور به نظر برسد که رئیس مجلس و اطرافیانش در حال شانه خالی کردن از طبعات اجتماعی و سیاسی سرکوب های جدید نیروی انتظامی علیه مردم هستند. اما پس از بیانیه نیروی انتظامی سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت بعد از انتشار اطلاعیه فراجا و روشن شدن ابعاد مسئله جا دارد برخی از مسئولان متوجه اطرافیان حتاک کذاب و اختلاف اپکند که متاسفانه در مراکز رسمی کشور نفوذ کرده اند باشند جملاتی که مخاطب آن از نظر محمد حسن نجمی روزنامه نگار ساکن ایران جلیل محبی عضو مرکز پجوهش های مجلس و از نزدیکان محمد باقر قالیباف است. ریشه این اختلاف و دعوای حکومتی نیز به دعوای دولت و مجلس بابت گردن نگرفتن طرح نور باز می گردد. اما مصطفی فقیهی دیگر روزنامه‌نگار ساکن ایران و صاحب امتیاز وبسایت انتخاب توییت رئیس شورای اطلاع رسانی دولت را حمله عضو دفتر رئیسی به مهدی فضائلی عضو دفتر رهبر تعبیر کرد مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه ای پیش از انتشار بیانیه فراجا به نقل از رهبر جمهوری اسلامی در توییتر نوشته بود کشف هجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده و ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام گیرد به تازگی بعضی از مسئولین به دلیل انجام کارهای بیقاعده تذکر دریافت کردند. اما باید گفت که این تازه ترین تلاش اعضای دفتر علی خامنه ای برای فریفتن افکار عمومی است تا وانمود کنند رهبر جمهوری اسلامی هم از جنگ نیروهایش با مردم در خیابانها ناراضی است و ادهی آتش به اختیار با تجهیزات امنیتی، نظامی و با لباس سپاه و پلیس به جان مردم افتادند. امروز سال نهانیم سو فلک دوم نیرو اندازه ده نفر مأمور وارد فلکه شدن یه بنده خدا خانم بی حجاب بود ببینید این, این بی شرفای خدا نشناس خدا لعنتشون کنه چه جوری این زنه رو کتکش می‌زدن چه چند تا مردم رفتن طرفشون بگیرن بنده خدا رو نذارن کتکش بزنن موهای زنه رو میگرفتن دست پاشو گرفتن کشون کشون زنه بنده خدا نمی آمد. آخر با یه بدبختی اینو آوردنش جلو دیدن نه قبول نمیکنه پتو آوردن پتو انداختنش انگار که این دیارو دزده قاچاق فروشه چیه اینو سوار بنش کنن ببرن عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب با بازنشر توییت فضائلی و اشاره به عبارت کارهای بیقاعده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بیقاعده تعریف روشنی ندارد. باید گفت غیر قانونی. اگر چنین است دقیق باید موارد را اعلام و خاطیان به ویژه آمران را مجازات کرد. انجام کار غیرقانونی قانونی با تذکر حل نخواهد شد. کدام یک از اقدامات گشت ارشاد قانونی است؟ به نظر میرسد ادعای مهدی فضائلی حتی با سخنان سریح علی خامنه ای در مراسم نماز روز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با هنجارشکنی شکنی دینی در جامعه نیز تناقض آشکار دارد به گفته بعضی از تحلیلگران اگر مانند سال 1401 دوباره مردم علیه حکومت برخیزند ممکن است خشونت نیروی انتظامی و گشت ارشاد باز هم به درگیری سیاسی نیروهای نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی و عزل و برکناری برخی از مقامات حکومتی منجر شود. در همین حال روزنامه اطلاعات که مدیر مسئول آن با حکم مستقیم علی خامنه ای انتخاب می شود به حضور نیروهای گشت ارشاد در شرایطی که بنوشته این روزنامه شرایط جنگی است و به سرمایه اجتماعی نیاز است انتقاد کرد و لشکرکشی دوباره معموران حکومتی در خیابان ها را جزو تصمیمات نسنجیده پرهزینه و بیفایده دانست. حمید از رستگارپور رئیس اتاق اصناف تهران نیز ضمن انتقاد از پلمب کافه ها و رستوران ها به دلیل مخالفت مشتریان آنان با هجاب اجباری گفت افراد بی هجاب از درب منزل یا هر مبدع دیگری با همان ظاهر تمام مسیر را طی می کنند اما ممکن است به طور تصادفی در یک واحد سنفی شناسایی شوند یا اینکه در دید معمولی قرار گیرند که این امر منجر به برخورد با اصناف، جریمه نقدی و پلوم به این اماکن می شود. مذاکراتی در دستگاه های متعدد انتظامی و استانداری داشتیم تا موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و به دنبال راهکاری هستیم تا این مشکل برای اصناف حل شود. از طرفی وبسایت اصر ایران نوشت داده های توییتر نشان می دهد که در چند روز گذشته فضای توییتر کاملا متأثر از تنش میان ایران و اسرائیل بوده است. اما به دنبال انتشار ویدیوهایی از رفتار پلیس و مأمورین گشت ارشاد بر سر موضوع حجاب در ایران به مرور حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش یافته و به مهمترین موضوع توییتر تبدیل شده است همچنین محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در کانال تلگرامی خود تأکید کرد این روزها گزارشهایی از برخورد با بیهجابی می‌رسد که عوامل نیروی انتظامی و بعضی از لباس شخصی ها رفتارهای تند و خارج از قاعده انجام می دهند که تصویر بعضی از آنها در فضای مجازی منتشر شده است. تکسیب نشدن این خشونت ها از سوی فراجا عملا بر صحت آنها دلالت دارد. بر اساس این گزارش ها برخورد های تند حتی به صورت پیچیدن بیهجاب ها در پتو و انتقالشان به ونهای جدید به صورت مکرر مشاهده شده است. اگر قبول دارید که برای گسترش بیهجابی دستهای پنهان بیگانه در کار است پس باید بپذیرید که این رفتارهای خشن بهترین دستمایه برای دشمن است تا با نفوذ در این مقوله فاجعه ای را خلق و تا مدت ها از آن بهره برداری کنند از سوی دیگر غلامرضا رضا تاجگردون منتخب مجلس دوازدهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه افاف و حجاب نه تنها اولویت اول کشور نیست بلکه اولویت پنجم مملکت هم نیست افسود هیچ کس حاضر نیست لایحه افاف و حجاب را گردن بگیرد کسی از دولت نمیپرسد این چه لایحه ای بود غلام حسین محسنی اژهای رئیس قوه قضایی نیز ادعا کرد که جمهوری اسلامی نمیخواهد هر فرد کم توجه به قوانین را در کف خیابان مجازات کند در چنین شرایطی و با توجه به تشدید خشونت ها علیه زنان مخالف هجاب اجباری که آخرین مورد آن بازداشت خشن و ضرب و شتم اعضای یک خانواده توسط معموران نیروی انتظامی و گشت ارشاد در کنار دریاچهی در رشت بود به نظر می رسد جامعه ایران که از افزایش مشکلات اقتصادی، گسترش فقر و دیدن ظلم آشکار و دزدی مسئولین و مقامات حکومتی به سطوح آمده است، مستعد شکل دادن اعتراضاتی گسترده تر از خیزش سراسری 1401 علیه کلیت حکومت است. آن هم در شرایطی که به عقیده بعضی از تحلیلگران افزایش تنش نظامی میان ایران و اسرائیل و احتمال وقوع جنگی گسترده می تواند نظام جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی کامل قرار دهد. ده اما با این حال گویا دستهایی در هسته مرکزی نظام حکومت ایران تعمدن به این آشفتگی و آزار مردم دامن میزنند تا هرچه زودتر آتش خشم عمومی شعله شود. بعید نیست حکومت اسلامی همانطور که دست نشانده غرب بود و با عبای خمینی وارد ایران شد این بار هم با سناریوی غرب در حال ایجاد بستری برای شروع یک قیام سراسری توسط مردم خسته و خشمگین ایران است تا فروپاشی دیکتاتوری و تغییر رژیم آغاز شود دوباره. گفتم خندم از اینه که توی یه روز عادی در شهر خودت خونه رو ترک میکنی به قصد قهوه خوردن دیدن دوستات ولی دیگه سالم بر نمیگردی نه روانت مثل قبل و نه جسمت ولی بازم میگی خدا رو شکر چون خیلی دیگه بودن که هرگز به خونه برنگشتن سه میلیون تومن جریمه شدم و گفتن در صورت تکرار حبس داره و ممنوع خروجی اما امکان نداره دوباره روسری سر کنم سپاس که تا پایان همراه بودید لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاه